کجای تربت ایدریه؟ تربت ایدریه روستای اسفیوخ. زنده باشین. از روستا 130 نفر با هم دیگه همت کردین اومدین زیارت آقا، اونم پیاده تو این هوای گرم. صحبت کنین درباره حال و هوای این مدل زیارت. میدونی باید بیه که حال هواشو بگی، تو نه حال هوای پیاده روی نمیدونی، او آبلای پار نمیدونی. وقتی کسی میگه پام درد منه، احساس کنی که درد یعنی چی نمیدونی. باید بیای که درد بچشی، تا پیاده نیه درد نمیفهمی، پیاده ماندن نمیدونی، خدمت به ظاهر نمیفهمی. وقتی میمیری پاش آبله گرده به چهت یا دخترت یا رفیقت یا همشهریت، او مفهمی. ما 20 سال به این کاروان داره میم، تو سردی ها میم، تو گرما ها میم. امسال خدا ما لیاقت رو دوباره دیگه همه ایم. خدا ممنونو که یک بار دیگه لیاقت و یک مسیر دیگه همه ایم. کنار دوستان همشهریام افتخار منم به چه اسفیوخم، به چه تربت ایدریام لیاقت داره. خدا هم دو امام رضا نمیفهمی. وقتی میمینی پاش آبله گرده به چهت یا دخترت یا رفیقت یا همشهریت، او مفهمی. ما 20 سال به این کاروان داره میم، تو سردی ها میم، تو گرما ها میم. امسال خدا ما لیاقت رو دوباره دیگه همه ایم. خدا ممنونو که یک بار دیگه لیاقت و یک مسیر دیگه همه ایم. کنار دوستان همشهریام افتخار منم به چه اسفیوخم، به چه تربت ایدریام لیاقت داره. خدا هم دو امام رضا داره میام. مسیر می اومدی قبلش خیلی ها گفتن التماس دعا دیگه نه؟ انشالله هر کی که دوست داره بیاد، انشالله خدا انشالله نصیب کنه سال دیگه بتونم میام. واقعا پیاده روی خوبیه، خیلی به آدم حال خوبی میده. این مدل زیارت چه تفاوتی داره با زیارت هایی که مثلا با ماشین میاد؟ یه حس خاصی داره، همه با هم دیگه انگار مثلا یه چجوری نمیشه توصیف که حسشو، خیلی حس حال خوبی داره. یه صمیمیتی بین خاصی بین بچه هاست، هر کی هر طور شده به هر نوی میتونه کمک میکنه. مثلا اینجوری نیست مثل جای دیگه باشه، هر کی به صورت خودکار، یکی بلند میشه ظرفا رو میشوره، یکی غذاها رو پخش میکنه، یکی چای درست میکنه. اون حالتون برامون بگه پذیرایی کردن به این شکل، این تعداد زیاد ماشاءالله زائر پیاده. بفرمایید حالا بچه‌ها هیچ کدوم هم شغلشون اینا نیست، این کارهایی که دارن میکنن، هر کدوم مشخصه که کارهای دیگه دارن انجام میدن، ولی میان به این شکل با این عشق. واقعا بعد گرمه، خیلی اینجا الان گرمه. خیر از حرف دل هیچی دیگه نیست. اینجا هر کدومشون شغل و موقعیت و پست و مقامی دارن. ایشون چاپخانه‌شو ول کرده، نیروهای چاپخانه‌شو آورده اینجا، از صبح تا دیر وقت شب کارایی میکنن که تو چاپخانه به اینا جرأت نمیکنه بگه. آقا وقتی میاد اینجا این حال و هوا رو میبینه، خودش یه کارایی میکنه که من واقعا خجالت میکشم، خودم رو هم قایم میکنم، چون از نظر جسمی تمام. میاد آشغال جمع میکنه، آشغال زیر پای زائر، و فقط به احترام زائر. این اگه او برتر بره با عشق نیست، فقط عشقه، فقط دله که این کارو میکنه، وگرنه برای خودش احترام و موقعیت و وضعیتی قائله، هر کسی به نسبت خودش. و زمانی که تازه خلوته، فشار کار نیست، اینا خسته میشن، ناراحتن. وقتی ازدحام عشق میکنن، کیف میکنن که تعداد بیشتری رو تونستن پذیرایی کنن. امیدشون دستگیری آقا علی ابن مسترزاست، که انشالله آقا علی ابن مسترزا تون وقت تنهایی دستشونو بگیره انشالله. از کجا تشریف آوردی؟ با شهرستان جوین. جوین چند روز سورا بودین؟ خیلی هم دور. 5 روز. 5 روز. خب پاهارم دیدم که پاها دیگه کاملا مشرف دادم بون دیگه، خودم پابرنه اومدم اینطور شدم. تمام مسیر رو پابرنه اومدم؟ نه یه روز آرام. یه روز رو پابرنه اومدم. بله. چه دعایی میکنی؟ پدر مادرم که چند سال فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزه. دوست داشتم بودن امسال دیگه برای همه بچه ها، اونایی که مریضن، اونایی که التماس دعا دارن، واقعا برایشون دعا میکنم دیگه. که شما وقتی میخواستین تشریف بیارین خیلی ها گفتن التماس دعا ها. نه ها نه آره به خدا من میگم، من الان هم من میام هم آقازادم هم چیز میکنیم میاد. ما هر سال میایم اینجا، یه 7-8 روز اینجا هستیم، بعد برمیگردیم. به اینجا که رسیدین، اولین چیزی که از آقا خواستین، اولین دعایی که کردین، اینم برامون بفرم. خواهش میکنم. من اینجا رسیدم گفتم یا امام رضا تمام افراد که مریض هستن شفا بده،
چون که منم یه مشکلی دارم، از امام رضا خواستم که من شفا بده. برودت برم. انشالله که خدا سلامتتون بداره. انشالله که حالا باید بیاین، هنوز خیلی کار داریم دیگه. انشالله اون دیگه با خداست. اگر عمری باقی باشه ما در خدمت این زائرین محترم هستیم. فرمایید که چندمین باری هست شرف میشه؟ 10 سال اومدیم. ما 10 سال بله. این مدل مشرف شدن و زیارت اومدن چه فرقی میکنه با آقای امام رضا؟ خودش دیگه چیز کرده، ما بیاییم. هوای شور دیگه ای داره. این یه حال هوای شور دیگه ای داره، مثل عاشورا تاسوعا که مثلا تو اون روزا شور حال خاصی داره. امروز حالا به نظر میرسه سخت‌تره مثلا پیاده اومدن دیگه میگذره. بازم اینقدر پرشور و پرته همیشه بالاخره هست، سختی داره ولی پرشور دیگه. ماشاءالله خیلی چیز. رسیدین آقا به تپه سلام. چه صحبتی بکنی با آقا؟ میدونی لیاقت نه سلام دادن به آقا، لیاقت نه خودش. یک سال دیگه لیاقت داشتیم کنار جمع شهری اومد تپه سلام سلام بده آقا نوکرتون. یک سال دیگه هم زنده بودیم اما هم تپه سلام و بگم السلام علیه یا علیه نمیسیم سلام علیه یا غریب الانما. شما ممنون و زحمت میکشه توی هوای گرم. وظیفه انجام میدیم. درود بر شما، التماس دعا داریم. ان شاءالله که همیشه سالم باشین. شد 20 سال آره؟ بله. ان شاءالله که حالا این توانه باشه و ان شاءالله قسمت باشه و بیاین به سلامتی. سلامت باش. قربون شما. از کجا اومدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما از شهر نیمبولو، شهرستان قاینات، خراسان جنوبی. خراسان جنوبی، درود بر شما. قبول باشه انشالله زیارتتون. به من بگو چند روز سورا بودی؟ ما 8 روز الان 9 روز سورا بودیم. خوب بود؟ همه چی مسیر رو خوب بود؟ بله به عشق امام رضا، یعنی همه چی خوب و عالی بود. قنات بود الحمدلله. بله الحمدلله امکانات همه چی عالی بود. شما از کجا تشریف آوردید؟ قربت حیدریه. قربت حیدریه، درود بر شما. چقدر سورا بودی؟ 3 روز. چند نفری؟ 130 نفر. هر مسیر هیچ به چند قسمت تقسیم شد، قسمت تحویل یک فرمانده میدان شد که نقص ها رو برطرف کنه و پذیرای خوب بکنه. از کجا اومدی؟ قربان ایدریه. الله قربونت برم. چند روزه تو راهی؟ چند روزه من اومدم؟ 2 روز. 2 روز. 2 روزه؟ بله. بعد اومدی زیارت آقا؟ بله. چه دعایی میخوای بکنی؟ برای کیا میخوای دعا کنی؟ برای خودم، برای همه میخوام دعا کنم. الهی قربونه برم که دعای تو حتما هم میگیره. خسته نشدی؟ خوب بود تو را؟ بله. دوست داشتی مسیر رو؟ بله. الهی قربونت برم، مارم دعا کن تو رو خدا. خب باش. فرمایید که از کجا مشرف شدی؟ از روستای شیراب، شهرستان فیروزه، نیشابور. آره. چقدر تو را بودین؟ تقریبا چند روز؟ الان دور شنبه راه افتادیم، شنبه صبح. 3 روز میشه دیگه. 3 روز. همه چی خوب بود انشالله؟ بله عالی. نباشین انشالله. ما هم دعا بفرمایید. به من میفرمایید که این چیه تنتون کردین؟ این انتظامات در این بچه ها مثلا میان میرن، بچه های مواظب هیئت باشیم. شما مثلا ابتدا یا انتهای اون گروه حرکت میکنین که دیده بشین. آره دیده بشیم. آره چقدر عالی. خستگیرم دیگه متوجه نمیشین با این اصلا خستگی اینجا معنی نداره، اصلا معنی نداره. طول مسیر با خودتون چی فکر میکنین، چی میگین، چه جوریه؟ طول مسیر فقط به امام رضا، به اون کسایی که گفتن التماس دا، انشالله نصیب بشه. آره انشالله نصیب بشه بتونم بیام. به ما بگین از حال هوای این مدل پیاده روی، این مدل زیارت اومدن. حال هواش که نمیشه بیان کرد. خب عشق به امام رضا. زنده باشین. ولی 17 ساله که دارم میام مشهد،
آره. 10 سال پیاده تشریف میاری؟ سرپرست کاروانم. بعد با چند نفر؟ 200 نفر هستیم. کاروان کجا دقیقاً؟ از خود جوبه؟ آره، شهرستان جوبه. خود جوبه. خیلی خوبه. تشکر میکنیم از هلال احمر، از نیروهای انتظامات سپاه، نیروی انتظامی راهنمای رانندگی، خیلی خیلی ازشون تشکر میکنیم. همشون عالین. همه عالین. از این موکبایی که زدن تو راه خدمت رسانی به زائرین میکنن تشکر میکنیم. خیلی خیلی ازشون راضیم. انشالله جوابشون از امام رضا بگیرن. مونده دیگه آقا رو ببینی دیگه. من فکر میکنم 50 متر دیگه مونده تپه سلام. صحبت اولت چی خواهد بود؟ انشالله اول از همه دعا میکنم برای اونایی که التماس دعا گفتم، بعد برای جوونا دعا میکنم، برای شفای همه مریضا. فقط نگفتی به ما چند سالته؟ من 20 سالمه. علی آقای گل، آقا خیلی التماس دعا قربونه. محتاج میدم. موفق باشی.